میکنم بالاترین سرمایه یک ژورنالیست و بالاترین سرمایه یک رسانه یا تلویزیون به خصوص آرشیوش. این آرشیوه که هویت یک تلویزیون رو به اثبات میرسونه یا هویت یک خبرنگار رو. و به نظر من تلویزیونی که آرشیو نداره، آرشیو میگم یعنی این، یعنی مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی کردن که بعد از این همه سال خود شاهزاده رضا پهلوی میاد در تلویزیون من و تو و میگه که این حرفایی که من الان دارم میزنم چندین سال قبل در مصاحبم گفتم، که کد میکنه به این مصاحبه. اینا یعنی آرشیو خلاصه. ولی خوشحالم که در این بخش از برنامه ویژه نوروزی تلویزیون امید ایران هنرمندی اینجاست که تاج سر ماست. هنرمندی است بسیار محترم که من سر تعظیم بهش فرود میارم به عنوان یه هنرمند، به عنوان من. خیلی جالبه، مثلا الان میخوام راجع به شهبال شهپر صحبت کنم، بعد برم دوران بچگیم. من که ما بچگی با هم بودیم و پدر شهبال، خدا رحمتشون کنه، جناب سرهنگ شهپره دوست صمیمی پدر من بودن، چون در کار سینما تهیه کننده بودن، سینما داشتن و خب خیلی با هم دوست بودن، هر حال همکار بودن، همدیگر رو میدیدن در استودیو و این یه رابطه خانوادگی رو بنا کردش. و امروز وقتی من شهبال رو میبینم یاد بچگی رو میفتم که واقعا ما در زیر سایش بودیم. الان هم زیر سایه شهبال هستم. البته سن تو نادر جون خیلی جوان دارم. برای ما زیر سایت هست. خواهش میکنم. مرسی نادر جون، مثل همیشه اینجا احساس خونگی به من دست میده دیگه. خونه خودت هم هست. حالا بگذاریم که خونه خیلی از هنرمندانه. در هر صورت من خواستم فقط بگم سال نو امیدوارم که سالی باشه که اگر دوستان عزیزی، هموطنایی که الان حال خوشی ندارن که تعدادشون زیاده، چه این ور دنیا چه اون ور دنیا، اقلا بدونم که بالاخره زمان همه چیزو درست میکنه. و من امیدوارم، نمیدونم وقتی، نمیدونم نادر جون، میگیم وقتی امیدوارم هنوز شک مثل که توش هست، ولی من خودم باشه. ولی من فکر میکنم که 100% پیروزی برای این کسایی که این قدم رو برداشتم، برای جوانامون انشالله سالی پر از پیروزی باشه. و من باید بگم تبریکی دارم برای مادرها، مادرایی که فرزندایی درست کردن که این فرزندا باعث میشه اسم خانوادگیشون، اسم خانواده نه اسم شخصی، اسم خانوادگیشون تا ابد در تاریخ ایران بمونه، به عنوان کسایی که راهی رو باز کردن که 40 و چند سال مسدود بود و هیچ قدرتی نمیتونست بازش بکنه. نادر جون من گفتم که لغت تبریک و زیاد دوست ندارم، ولی که سنت فرهنگ یه ملته، فرهنگ یه ملته. ما الان شما که داشت حرف میزدید راجع به آرشیو، گذشته هر کسی آرشیوشه، این آرشیوی که شما داری صحبت میکنی گذشته این شبکه است. بله. نادر رفیعیه، خانواده رفیعیه. این وقتی میگیم آرشیو یعنی تمام کلکشنی که ما در زندگیمون جمع کردیم و الان میتونیم بهش بنازیم. این جوونا آرشیو این مملکت هست. اینا کسایی هستن که هر وقت میخوای رجوع کنی که ما چه قهرمانایی داشتیم، باید این اسما و این تصاویر رو ببینی و روش دست بذاری. مثل برنامه که شما همین الان راجبه برنامه که با شاهزاده رضا پهلوی داشتی، شما مدرک داری. هر یه دونه از این صورت ها و اسما تا ابد، تا روزی که روی این زمین خدا ایران هست، این اسما میدرخشن. و من به همین دلیل به مادرها به خصوص این تبریک رو میگم. اگه لغت تبریک رو دوست دارم فقط برای مادرها استفاده کنم، ولی سال نو انشالله به همه، برای همه،
سلامتی، خوشی و آزادی بیاره. الهی بریم یه میوزیک ویدیو از شهبال عزیز با هم دیگه نگاه بکنیم، حالا ببینیم اتاق فرمان چی رو انتخاب کرده. ولی وقتی که میریم کارهای شهبال رو نگاه میکنیم و میبینیم این کارها هیچ وقت کهنه نمیشه، میگید نه؟ الان این میوزیک ویدیو رو ببینید، این چند سال گذشته بازم درش از ویژگی های نوع امروز به چشم میخوره. مال 35 سال پیش، 35 سال پیش این ویدیو ساخته شد، ولی الان ببینید باز هم نوع به قول معروف تو تنور داغه با هم میگه میفرد خواهیش بود. ویدیو ها رو که نگاه میکنه درش، من به عنوان یه آدمی که چندین و چند ویدیو ساختم وقتی اینو نگاه میکنم، من درش فکر به کار گرفته شده، وقت گذاشته شده که یک چیز استثنا درست بکنم. میدونی چی بهت میگم؟ اینا خیلی جالبه. این 35 سال پیش اون موقع کرومک تازه داشت شروع شده بودش. واقعا، یعنی واقعا لذت بردم، لذت میبرم از این که میبینم این کارا به این کارهای قشنگی که هست ارائه میشه. و همیشه هم شهبال در کاراش بهتون بگم بینندگان عزیز، همیشه وسواس داشته، همیشه در تمامی کار خیلی وسواس داشته. به هر حال خوشحالم که برها شهبال در جایی ایستاده در موسیقی ایران که یک کارنامه پر افتخار در پشتشه و بهش موسیقی ایران افتخار میکنه، موسیقی ایران و ملت ایران. و خوشحالم که آقای دکتر آقای فر، خانواده دکتر آقای فر دست به دست هم دادن تا یک برنامه باشکوهی رو در قالب کاری که در شأن و لیاقت و شایستگی شهبال شهپره هست ارائه بدن که در این راستا بعداً صحبت خواهیم. خیلی ممنون، مرسی نازی جون، خود بکنی. در آن صورت امسال من فکر میکنم که ما هممون باید مثبت فکر بکنیم. سال عوض میشه، به قول شکسپیر میگه که to be or not to be، یعنی باشیم یا نباشیم. اگر هستیم باید باشیم، اگر نیستیم هم که نیستیم دیگه. خب ما چه کار بکنیم تو امسال؟ من پل خودم همیشه فکر کردم نادر جون، من اول درام میزدم، به قول خودمون جاز میزدم، میخوندم، بعد دیدم یکی پیدا شد از من بهتر میزد، به جان تو، به جان ملودیم دخترم، خدا حفظش، دارم راست میگم. بله. ببینید چقدر این موضوع برای من کار کرد، اینی که به عنوان یک تجربه دارم به دوستان جوانی که دارن مثل من کار هنری رو شروع میکنن، در اون زمان من کردم و اینا الان خواهم بکنن، یه چیزی رو باید بدونن که وقتی میبینید که از شما بهتر هست، یا خودتونو به اون برسونید یا اینکه برید یه کاری دیگه بکنید که مثمر ثمر باشه، ثمر بده. من چه کار کردم؟ تا دیدم یه نفر بهتر از من درام میزنه، با نمک بود، نوه یکی از دایی‌هام بود نمیدونستم، رفتم خونش، یه دفعه گفتم که فریبرز کجاست؟ الانم هست خدا رو شکر. گفت فریبرز تو اون اتاقه داره تمرین میکنه. گفتم تمرین چی میکنه؟ گفت یه درام خریده، جاز خریده. گفت جاز خریده؟ حالا خودم مثلا نمبر وان شهر بودم اون موقع. رفتم در باز کردم، نادر گرفت تا منو دید بلند شد جود، گفتم نه ترس بشین بزن ببینم چی، تو مگه درام میزدی؟ به جان تو یه چیزی زد، اینقدر زد. گفتم وایسا، گفتم تو چجوری اینو اینجوری میزنی؟ اومدم بیرون من عوض شده بودم. گفتم برسم باید فکر کنم که من باید چه کار، اگه میخوام در موسیقی بمونم اینجوری این موج میاد من قیب میشم. نتیجه مدت درام میزدم، دیدم بهتر از من پیدا شد، اومدم رفتم گفتم آقا من الان میرم آهنگسازی میکنم. تا رفتم تو کار دیدم بهتر از من داری میاد، گفتم آقا من میرم تهیه میکنم. تا دیدم بهتر از من داری، گفتم میرم پیدا میکنم یکی بیارم که به درد این جامعه بخوره. نتیجه کسایی اومدم تو این گروه، چون من خودم مطرح نبودم دیگه، من خودم رو گذاشتم توی یه جای دیگه، گفتم آقا
یک کسی دیگر رو بیار که این کار رو بهتر از تو انجام بده. نتیجه ببین چه کسایی اومدن همکاری کردن، من بهشون نه موزیک یاد دادم نه خوانندگی یاد دادم، ولی یه چیزی بود، گشتم مثل کریستوف کولوم که آمریکا رو پیدا کرد، نگو آمریکا خوبه یا بده، گفت یه سرزمینی که تا حالا کسی نمیشناسه. واقعا کسانی که پیدا کردی هر کدوم امروز برای خودشون خدایانی هست. هر اصلا کسایی که اومدن همکاری کردن با من، الان پل خودم فکر کنم من چجوری تشخیص دادم که این میتونه یه آینده داشته. الان وقتی اسم میبری، حتی من الان اسماشون هم نمیگم، میدونی چرا؟ چون اینا در جایی قرار دارن که الان نامبر وان هم. وقتی من اینو بگم یه رفعه ممکنه بعضی هم چیگه اه پس اینو شعبال بده، من اصلا نمیخوام یه همچی چیزی بگم، ولی خودم نیست. وقتی نگاه میکنم اینا مثل بچه هم دونه دونه میبینم، یکی دکتر شده، یکی مهندس شده، یکی پروفسور شده، یکی یه همچین حالتی واسه من داره. خب اون کارنامه کاری شماست که گفتم موسیقی ایران به شما افتخار میکنه، به خاطر اینه که کسایی که تو این کار آمدن هر کدوم الان برای خودشون یعنی من افتخار به اینا میکنم. و شما بله، و شما کسی بودی که این راهو باز کردی، جوانگراییایی که داشتی. واقعا ازت ممنونم. من دوست دارم که در هفته های آینده شهبال عزیز رو دعوت بکنم، خیلی مفصل، خیلی مفصل در رابطه با فعالیت هایی که داشته، کارهایی که کرده، با هم دیگه یه اینترویو داشته باشیم که نسل جوان امروز ما بیشتر آگاه بشه، میدونه ولی بیشتر آگاه بشه از اون چیزی که شهبال عزیزم در طول تاریخ کارش. مرسی. منم یه تشکر دارم اینجا از نادر عزیزم، دوست خوبم، مثل برادر جوانتر منه، که هیچ وقت ناراحت از هیچ کس که انتقاد بکنه یا اینکه احساس کنی که یک چیزی داره میگه که واقعیت نداره، هیچ وقت ناراحت نشو. اینا تجربه است، آدم ها رو آدم باز بشناسه. خیلی کسا بعضی ها که میگن خدام نیست، پس باید قبول کنیم ما اگه خدام می بودیم یه عده می گفتن این نیست، پس دیگه ما بیایم یه ذره مواظب باشیم که آقا هر چیزی ناراحتمون نکنه، خواسته های خودمون، هر چی رو که ما میتونیم انجام بدیم انجام بدیم، یه جای برای خودمون نگه داریم تو این زندگی. همه رفتنی هستیم، بدونیم چه این سالا گذشته، این هم میگذره. با قول من ببین چه جمله یه راستی نادر، قبل از اینکه من خداحافظی کنم دوستان، یک جملاتی هست که در تمام ملیت ها هست به فرمای مختلف. آمریکایی با نمک اینجا یه جمله داره، میگن که این دقیقا میگذره، لغاتر هم اینجوریه، یعنی این حتی این ما گفتیم این نیز بگذره، این اینا دارن میگن this too shall pass، اصلا دقیقا یعنی اون اینه که هر کاری بکنیم بدونیم میگذره، پس چرا خوب نگذره. خیلی ممنونم از ممنونم از شما عزیز. ما گه و بیگاه هر یه هفته ای دو هفته ای با هم میریم نهار بیرون و با هم درد و دل میکنیم. یادتون نره، کاش عکسشو میذاشتم، چند عکس که رفتیم نهار با هم داریم میخوریم. تا هفته آینده هم حتما با هم باید بریم یه نهار بخوریم، یه خود خودمونو خالی کنیم. به هر حال ممنونم. مرسی شهبال عزیزم. شهبال یکی از وطن پرستترین افرادیه که من تو زندگی دیدم، بسیار در تمامی تظاهرات شرکت کرده، در همیشه جلو بوده و همیشه ارق ملی و ملیگرش رو میده. اسم ایرانه واقعا، افتخار برقرار. خیلی ممنونم، مرسی، درود بر شما، انشالله که همیشه صحیح و سالم و آرامش داشته باشید الهی. و پیروز برقرار باشید. مرسی برای شهبال عزیز، برنامه نوروزی رو با همدیگه ادامه میدید. مرسی، خواهش میکنم.